دوخت پردازدوزی از اونجایی که خدمتتون عرض کردم دوخت اصیل کرمان هست، پارچه های مخصوص پشمی دارن که از خود کرمان در واقع میشه تهیه کرد. توی شهرستان های دیگه بلخص مثل شهرستان ما متاسفانه پیدا نمیشه، اما از اونجایی که بتونن خانم ها در واقع این کار انجام بدن، میتونن از هر نوع پارچه پشمی که قابلیت اینو داشته باشه که به راحتی ریشه بشه، یعنی تار و پودش از هم باز بشه، میتونن استفاده کنن. نخهایی که برای این کار استفاده میشه نخهای پشم دستریسه که نخهای اصیلش در 8 رنگه، اما باز هم اگر این نخها رو دسترسی نداشتن از نخهای مرینوس که در واقع برای گلیم بافی خانم‌ها استفاده میکنن میتونن استفاده کنن، و سوزن شماره 6 نیاز داریم که در واقع چشمه بزرگتری داشته باشه برای اینکه این نخها چون یک مقدار ضخامت دارن راحت تر نخ بشه. ما تمامی قسمت‌های طرحمون، یعنی هر چقدر خطوط روی طرحمون داریم، باید با دوخت ساقه دوزی در واقع پر کنیم. سوزنمونو به اندازه حدوداً 8 میل از یکسان، معمولاً 1-2 میل کمتر، اصطلاحاً میگن یکسان، اما همیشه از یکسان دوستان 1-2 میل کمتر در واقع سوزنشون رو خارج کنن. به اندازه 1/3 مقداری که در واقع سوزن خارج شده مجدداً به عقب برمیگردیم. دقیقاً الان نوک سوزن من اینجاست، به اندازه 1/3 مجدداً به عقب برمیگردم. برای اینکه در واقع دوخت ما این مقدار صاف بشه و از این حالت در واقع برآمدگی خارج بشه، بعد از هر باری که ما در واقع دوخت میزنیم با ناخن شستمون یک مقدار روی دوختمون میکشیم. این باعث این میشه که دوخت ما کاملا روی سطح پارچه بخوابه. معمولا توی تمامی طرحهای پته ما گل پنج پر رو میبینیم، اشک رو میبینیم، خطوط 7 و 8 رو حتما میبینیم، گلای شاه عباسی رو میبینیم و خطوط مدور رو دقیقا در تمامی طرحهای پته ما میبینیم. اصیل ترین رنگ های پته رنگ سفیده، رنگ قرمز تیره و رنگ آبی فیروزه‌ای. ما ساق دوزیمون که در واقع انجام میدیم، حتی میتونیم از دو ردیف ساق دوزی استفاده کنیم. الان توی این قسمت من دو ردیف ساق دوزی رفتم، قسمت داخلی سرمه‌ای و قسمت خارجی رو رنگ قرمز رفتم. وقتی که ما به قسمت در واقع انتهایی کارمون میرسیم، الان اگه دوستان ملاحظه بفرمایند، کار این قسمت در واقع یه تقاطعی پیدا میکنه. الان خط منحنی من در واقع تموم میشه، مجددا باید خط بعدی رو شروع کنم. به انتهای خطم که میرسم سوزن رو کامل میبرم داخل. برای محکمتر شدن قسمت انتهایی کارم مجددا به اندازه نیم سان عقب برمیگردم، کارم رو یک بار دیگه به اندازه چند میل سوزن رو دوباره داخل پارچه فرو میکنم، مجددا از نوک در واقع کار قبلیم، دوخت قبلیم، مجددا سوزن خارج میشه و در واقع جهت دوخت من عوض میشه. تمامی خطوط ما ساق دوزی میشن و بعد از اون انواع دوختهای دیگه است. من الان وسط این اشکو که ساق دوزی دورش رو رفتم، میخوام دوخت شیبیدی برم. قسمت کاملا خط تقارن اشک ما به صورت همون ساق دوزی دوخته میشه، یک خط کاملا عمود، کاملا هم در تقارن اشک ما، یعنی کاملا وسط کار. به این صورت همونجور که از اسمش مشخص دوخت شیویدی، ما شاخک‌های کوچیک به این ساقمون اضافه میکنیم، کاملا به صورت مورب. فقط توی دوخت شیویدی به این توجه داشته باشن که یک طرف کار رو پر نکنن، بیان قسمت بعدی کار همزمان با هم دیگه در واقع دوخت انجام بدن. اگر یک شاخک سمت راست کار میزنیم، همون شاخک رو مجددا در سمت قرینش ما انجام میدیم. من الان یک قسمت از این گل و ساق دوزی کردم برای که دوستان ببینن، قسمت بعدی رو همینجور گذاشتم که متوجه بشن در واقع شکل این گل به همین صورت بوده. ما تمامی گلبرگ ها رو ابتدا ساق دوزی میکنیم، همونجور که عرض کردم خدمتون محدودیت رنگ نداریم، از هر رنگی میتونن استفاده بکنن. بعد از اینکه ساق دوزی کردیم، گلبرگ های کوچیکمون رو از دوخت ساتن دوزی یا توپر دوزی استفاده میکنیم. برای این دوخت مجددا ما از قسمت وسط گلبرگمون در واقع دوخت رو شروع میکنیم، همون حالت قرینه‌ای که در واقع توی شاخک دوزی داشتیم توی اینو دوختم ما اعمال میکنیم. ابتدا قسمت وسط دوختمون، یعنی وسطی ترین قسمت گلبرگمون، اولین دوختمون زده میشه. مجدداً یک در این نوع دوخت برخلاف شاخک دوزی که خدمتتون عرض کردم همزمان پر میشه، ابتدا یک سمت گلبرگمون و بعد سمت بعدی گلبرگ پر میشه. من بعد از یک خط تقارن رو زدم، یک قسمت گل پر میکنم. برای پر کردن کاملا سوزن من به ساق دوزی هم باید چسبیده باشه، بین ساق دوزی و توپر دوزی من نباید فاصله ایجاد بشه، یعنی پارچه من به هیچ وجه نباید دیده بشه. علاوه بر این دوخت، من فقط یه مختصر توضیح بدم، ما پتک مربع داریم، پتک 4 سوزنه داریم.